با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و فعالان فنی و مسئولین فنی تلویزیون. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت هفته ایست باز پرتلاطم در متن سیاست روز ایران هست. ما شاهد دو تا درگیری بزرگ هستیم، درگیری بین مردم و حکومت و واکنش های حکومت در برابر مردم داره و متأثر از این درگیری بین بالایی ها به پایینی ها شاهد درگیری های درون جناحی، درون باندی، در درون نیروهای حکومت است. اون نکاتی را که میشه به عنوان نکته برجسته تو این شرایط مطرح کرد بعد از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از تشکیل مجلس جدید میشه به شکلی موضوع رو مطرح کرد. سخنانی که چند روز پیش خامنه ای در جمع اعضای مجلس جدید کرد که در اونجا پزشکیان هم حضور داشت به عنوان یکی از اعضای مجلسی که هنوز حالا معلوم نیست که استعفا داده یا استعفا نداده چون رئیس جمهور شده، نکاتی رو مطرح کرد که تو اون نکات بهش خود دقیقتر میپردازیم. ولی در اونجا وقتی که نگاه میکنیم به نظری که اون داشت میبینیم که صحبتهای اون در مجموع صحبتهاییست که با صحبتهای دورهای قبلش متفاوت هست. یعنی یک نکتهی که میشه برجسته گفت در مجموع صحبتهای خامنه‌ای که بیشتر تلاش کرد که بین مجلس و دولت یک همبستگی ایجاد کنه، توضیح داد که پیروزی و موفقیت دولت پزشکیان پیروزی همه ما خواهد بود، ما سعی کنیم که کابینه رو سریع تشکیل بشه، دولت کاراش را بندازه. بعد از مجلس خواست که بحث های انتقادی تون که فضای جامعه را ملتهب میکنه انجام نده. یعنی به شکلی سعی کرد که اون دعوای باندهای رادیکال حکومتی را کنترل کنه، ضمن اینکه تو صحبت هایی که مطرح میکرد با توجه به فضایی که ایجاد شده از طریق تیم پزشکیان که آدمی مثل ظریف به عنوان رئیس شورای راهبری انتخاب شده به ظریف روشنه که تجسم برجام هست و تجسم ارتباط و تعامل با جهان هستش، اونجا خامنه ای مطرح کرد که ما بایستی بر روی قانون راهبردی مجلس، اون قانون درستی بود، قانون بود که در دوران ترامپ مطرح شد و مجلس دست دولت را بست برای امضای قراردادها و مطرح کرده بود که هر بحثی که اونجا مطرح بشه باید تو مجلس مورد بازبینی قرار بگیره. خب این مجموعه صحبت‌ها رو که می‌بینیم می‌بینیم که خامنه‌ای خب ضمن این که نمی‌خواد صراحتاً بگه که سیاست خالص سازی و اون خطی را که پیش برده بود در 3 سال گذشته تحت عنوان مرحله گام دوم انقلاب اسلامی، جوانسازی و جوانگرایی و ایجاد حکومت اسلامی و دولت اسلامی هست، اون شکست خورد. شکستش طوری هستش که دولت رئیسی دولت ناتمام است. خواهر میهلان چند روز پیش باز روزنامه هم‌میهن نوشت که تحقیقات 2 ماه اخیر نشون داده که اون 69 ثانیه‌ای که فاصله است بین پیام خلبان اول به خلبان دوم به آخرین پیام، 69 ثانیه فاصله است که اونجا فریاد اصرار یا پیام اصرار هم نیومده و به شکلی گفته که ما از حقایقی که شنیدیم اگر بخوایم بگیم وحشت داریم. که نشون میده که ممکنه حتی در کشته شدن به قول اون هلیکوپتر حادثه نبوده باشه، که اگر حادثه نبوده یا اگر حادثه بوده این چرخش و تغییر ریلی که خامنه ای داده به تو صحبتاش بیان شده بود که بین مجلس دولتی که عمدتاً دولتی است که میخواد ائتلافی از اصلاح طلبان اعتدالیون و بخش های دیگه حاکم ایجاد کنه، دولت وفاق ملی، با دولت یک دست رئیسی متفاوت خواهد بود. وقتی که خامنه‌ای میاد میگه که از این دولت حمایت کنید نشون میده سیاستش رو عوض کرده. سوال کلیدی این هستش که محرک حکومت در تغییر ریل در تغییر سیاست چی هست؟ چرا اونا مجبور شدن به رئیس جمهوری تن بدن که میاد مطرح میکنه که هدف ما باسر ایجاد فضای باز سیاسی است؟ یا یک روزنامه مثل آرمان ملی مطرح میکنه و میمیسه که پزشکیان گورباچوف ایران است، هرچند به این تیتر انتقاد کردن ولی خود این قضیه که چنین تیتری نوشته میشه یا خود
پزشکی هم مطرح میکنه هدف ما فضای باز سیاسی هست، نشون میده که به شکلی میخواد اون سیاست سرکوب یک پارچه، سرکوب خشن، سرکوب همه جانبه ای را که در دولت رئیسی در پیش گرفته بودند و فکر میکردن با مشت آهنین به دولت یک دست میتونن جامعه را ساکت کنن، اون شکست خورده. بنابراین این سوال مطرح میشه که چه پارامتری زمینه این شکست را فراهم کرده؟ درست شرایطی که ما با یک اپوزیسیون سازمان یافته قدرتمند روبرو نیستیم. حتی اون اپوزیسیون نمایشی که توی انقلاب زینا مطرح شد، رسانه های بین‌المللی سعی میکردن که یک جریان را به عنوان اپوزیسیون مطرح کنن، یک دم امیدوار بودن، اون هم مطرح نیست. یعنی جامعه یک اپوزیسیون شکل گرفته معرفی شده نداره که جلو بذاره. بنابراین این پارامتر هست که چه چیزی است. به نظر میرسه که اطلاعاتی که دستگاه های امنیتی رژیم دارن، چه اطلاعات سپاه، اطلاعات وزارت اطلاعات، چه اطلاعات قوه قضاییه، اطلاعات ارتش، نیروی انتظامی، اونها حتما اطلاعات روتوش نشده ای دارن. اونها از خشم جامعه، از امکان فوران خشم جامعه به شدت نگران هستن. یعنی پارامتری که میشه گفت که حاکمیت تلاش میکنه که خودش رو جمع وجور کنه، پایین جامعه است. حتی خطرهای خارجی نیست. ما توجه کردیم که بعد از جنبش جینا و بعد از اون انقلاب فرهنگی سکولاریستی و فمینیستی از پایین، حتی کشورهای منطقه به شکلی به پشتیبانی از رژیم بدن، سعی میکنن که این حکومت حکومتی که پایدار بمونه و بمونه، و نگران این هستن که اگر یک انقلابی از پایین شکل بگیره، یک انقلاب توده‌ای از پایین شکل بگیره که خواستهاش آزادی است، خواستش هم شعار زن زندگی آزادی است، یعنی برابر حقوقی زنان و مردان باشه، آزادی به مفهوم آزادی های بی قید و شرط و آزادی های گسترده باشه، به زندگی یعنی تأمین اجتماعی گسترده، آموزش رایگان، بهداشت رایگان، زندگی شایسته انسانی باشه، بسیاری از کشورهای مرتجع منطقه وحشت دارن از این وضعیت. به خاطر این اینها به کمک رژیم بودن و به شکلی حمایت خودشون اعلام کردن. حتی دیدیم که برای رئیسی عزاداری کردن، عزای ملی اعلام کردن. بنابراین خطر خارجی رژیم رو تهدید نمیکنه. حتی آمریکا خب تلاش خیلی گسترده ای داره میکنه به اروپا که جنگ غزه که ابعادش داره گسترش پیدا میکنه، جنگ بین یمن و انصارالله یمن با اسرائیل، جنگ بین حزب الله و اسرائیل گسترش پیدا نکنه، پای ایران در میون کشیده بشه، و اونا سعی میکنن که این جنگ گسترش پیدا نکنه، پای ایران در میون کشیده نشه. یعنی به شکلی میشه گفت که دولت های خارجی سعی میکنن این حکومت اسلامی رو حفظ کنن و این حکومت منافع اونا را بیشتر از دیگران نشون میده. پس پارامتر اصلی که محرک سیاست های رژیم هست چی هست؟ چرا رژیم این سیاست سرکوب خشنش رو همچنان ادامه میده؟ یعنی خود این سوال هم باز مطرح کرد. ما میبینیم توی هفته های گذشته حکومت علیرغم اینکه دولت جدید رو کار اومده، انتخاباتی مطرح شده، حالا بگذاریم که توی انتخابات بازم 60% دور اول، 50% دور دوم تحریم کردن، به این فضای ایجاد کرد، ولی حاکمیت میبینیم که شروع کرده تمام اون احکام تعلیقی را داره تبدیل میکنه به احکام تعزیری. برای شریف محمدی و بخشان عزیزی و غیره داره حکم اعدام صادر میکنه. برای 15 تن از محکومان دیگه حکم شورش مسلحانه یا بقیه مطرح کرده که اینا همشون حکمشون اعدام خواهد بود. محمد حبیبی رو به پرونده که از قبل بوده و این پرونده تعلیقی بوده دوباره دارن میبرن زندان. عاطفه گلریز داره بردن زندان شاهرود و یکی یکی میبینیم هر روز آماری هست که چه تعداد از فعالان سیاسی رو دارن میبرن به زندان و این موج سرکوب همچنان با قدرت ادامه داره، احضارها ادامه داره، دستگیریها ادامه داره، ضمن اینکه احکام اعدام داره اجرا میشه در شهرستانهای مختلف به عنوان نمیدونم تمام آدمهایی که در جریان اجتماعی مرتکب اقداماتی شدن که حکم اعدام براشون صادر شده، اینا همشون دوباره دارن به چوبه دار آویخته میشن و تو هفته گذشته دو تا از فعالان سیاسی را هم اعدام کردن تو این رابطه. بنابراین این موج اعدام نشون میده که حاکمیت وحشت داره. حاکمیت نمیخواد این ترسی را که ایجاد شده ازش، به ترس مجبور شدن که تغییر ریل بدن، نمیخوان این ترس تو مردم دیده بشه و میخوان سرتلاش کنن که اون فعالان صنفی، اون فعالان سیاسی، اون فعالان مدنی که تو جامعه میتونن
شبکه ایجاد کنن، سازماندهی ایجاد کنن تو شرایطی که مردم به حرکت در میان، مبنای بلوربندی شبکه های اجتماعی به شبکه های تشکیلاتی بشن، اینها رو دارن چیکار میکنن؟ از صف مبارزه میخوان خارج کنن. خود این نشون میده که پس حاکمیت وحشت زده است، حاکمیت ترسیده. چرا؟ برای اینکه حاکمیت نمیتونه مشکلات اقتصادی مردم حل کنه، نمیتونه مثال چیز رو حل کنه. این اون عاملی هستش که به شدت داره حاکمیت رو نگران کنه. هم در بزن این چیزی که وجود داره، ما شاهد هستیم که جامعه هم اصلا نترسیده. ما شاهد حرکت های گسترده توده ای هستیم، حرکت های مردمی هستیم که داره دیده میشه. یعنی ما شاهد اعتراضات گسترده بازنشستگان هستیم که توی یک شنبه های اعتراضی، دوشنبه های اعتراضی همچنان چیز هستش، مطرح هستش. ما شاهد این هستیم که مثلا کارگران نفت مثلا به شکل خیلی گسترده اعتراضات خودشون رو دارن پیش میبرن. اعتراضات پاکبانان رو شاهدش هستیم، اعتراضات مال باختگان رو شاهدش هستیم، و اینا همه چیزهایی است که به شکلی میشه گفت که حرکت های اعتراضی بسیار گسترده است، و این موج گسترده ای را ایجاد کرده که حاکمیت نمیتونه حتی پاسخگو باشه به اون حقوق های بازنشستگان، به چیزهایی که وجود داره. بنابراین ما از این ور میبینیم که جامعه داره مقاومت خودش رو به شکلی نشون میده، و از طرف دیگه حاکمیت نمیتونه به خواستای اونا پاسخ بده، و این به نظرم نکته مهمی است. خب بر متن این قضیه وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم که فشار جامعه هست، نگرانی از این فشار توی حاکمیت خیلی بالاست، امکان خشم جامعه وجود داره. در درون حاکمیت ما اون صحبت هایی را که خامنه ای مطرح کرد، خامنه ای خیلی تلاش کرد که بیاد جناح های حکومتی را به هم نزدیک کنه، این جناح های حکومتی را به شکلی طوری سازمان بده که بتونه این فضا را کنترل کنه. فضایی که دقت کردیم، یک جمله که مثلا پزشکیان مطرح کرد که مردم با رأی خودشون زدن تو دهن کسانی که مخالف رأی بودن، همین یه جمله رو گفت، اونچنان اعتراضی شکل گرفت که مجبور شد بیاد معذرت خواهی کنه و پس بگیره و مگه بگه منظورم دشمنان ایران بودن نه مردمی که رأی ندادن. یعنی خود این قضیه ای که پزشکیان مجبور میشه به این سرعت واکنش نشون میده، به یک جملهش نشون میده فشار از پایین خیلی بالاست. یعنی اون 10% که اضافه شدن در دور دوم به تو انتخابات شرکت کردن و دیگران رو بسیج کردن که در انتخابات شرکت کنن، نسبت به حرکت هایی که پزشکیان انجام میده به شدت حساس هستن، و این تغییراتی که رژیم داره میخواد انجام بده، یعنی تغییراتی که به شدت کنترل شده است، آرام هست و بر متن بالانس قدرت های بانهای حکومتی هست، این اون چیزی است که به شدت دیده میشه که اینا متوجه هستن که این فضایی که امروز وجود داره فضایی نیست که بتونن بدون توجه به اون کنترلش کنن. ولی با همه این حرف ها ما میبینیم که اون نقش و جایگاهی که ولی فقیه در گذشته داشت و یک کلمه مطرح میکرده همه به صف میشدن یا حداقل اوائل تن میدادن به این چیز، این فضا به نظرم فضایی است که دیگه گذشته. یعنی اون اتوریته ولی فقیه به شکل گذشته ریخته. ما دیدیم که در خود این انتخابات خب مشخص بود که کاندیدای اول و مورد نظری که دستگاه ولایت داشت قالیباف بود. تمام تلاش ها برای اینکه جلیلی را قانع کنن که به نفع قالیباف کنار بره، چون همشون به این نتیجه رسیده بودن که اگر قالیباف کنار بره بخشی از آرای اون به ستادهاش میپیوندن به پزشکیان، باعث پیروزی پزشکیان تو دور اول خواهد شد، ولی اگر جلیلی کنار میرفت آرای جلیلی به نفع پزشکان ریخته نمیشد، به نفع قالیباف ریخته میشد. ولی با این حال حتی با حضور قاآنه فرماندهی سپاه قدس و دیگرانی که پادرمیانی کردن به پیامهایی که رفت، یعنی بیت نتونست جلیلی رو راضی کنه که به نفع قالیباف کنار بره. به خود این که نتونست این کارا بکنه نشون میده که جناح پایداری یا جناح مصفایی ها به اون جناح پاری که در این 3 سال قدرت گرفته بودن، عملا خودشون داشتن شاخ می شدن در مقابل ولی فقیه و وایسادن در مقابل. الان اگر بریم تو کانال های تلگرامی یا کانال هایی که به طرفدار قالیباف هستن یا طرفدار دیگران هستن ببینیم، یعنی می بینیم که موج، یعنی فضای درگیری های اینها در با همدیگه خیلی فضای وسیع هست، یعنی فضای گسترده ای هست. یعنی درگیری ها
به شکل حادی وجود داره و این درگیری ها نشون میده که باندهای حکومتی در مقابل هم وایستادن. یعنی اون نقطه ای که مثلا به شکل برجسته ای هست، چرا؟ برای اینکه ما یک طرف یک جنایی داریم مثل جنای پایداری ها، که اینها با یک آدمی هستن که مثل محمد مهدی میرباقری که تفکرات داعشی بسیار عقب مانده و ضد تمدنی داره، حتی با درس خوندن زنان مخالفه، به این وزمه ای هست اینجا. و خود پایداری ها که تونستن توی بخش های مختلف اقتصادی نقش پیدا کنن و امکانات وسیعی به دست بگیرن و کادرهای خودشون همین تو همین یک ماهی هم که بعد از انتخابات هست به شکل گسترده کادرهاشون رو تو بخش های مختلف وزارتخانه ها کاشتن. اینا نمیخوان به این راحتی از این خان نعمت، از این رانت هایی که در اختیارشون بود عقب نشینی کنند، دست بکشند. این خودش مبنای یک سری دعوا هاست. و اون چیزی هم که جناح مقابل داریم میبینیم، یعنی طیف اصلاح طلبان، طیف اعتدالیون، اینها ضمن اینکه خودشون متوجه شدن که جامعه است که ممکنه منفجر بشه به کل بساط جمهوری اسلامی به هم بریزه، به این دلیل به کمک حکومت اومدن، به کمک ولی فقیه اومدن و حاضر شدن در مقابل یک چشمک اونا رقص عربی بکنن تو اینجا. اینها هم متوجه هستن که اولا حکومت بهشون نیاز داره و خود اینکه حکومت به اینا نیاز داره باعث شده که اینا توقعات خودشون رو ببرن بالا، خواستا خودشون رو ببرن بالا، نیازهایی رو که مطرح میکنن بالاتر. ما تو این دوره میبینیم که صحبتهایی رو که هم ظریف انجام داده هم روحانی انجام داده به شدت تعرضی هست. اینقدر تعرضی بود که خامنه‌ای تو سخنرانی خودش در برابر مجلس اومد مطرح کرد کاری بزن فلان قانونی که اینا انتقال میکنن ما قبول دارم اون قانون درست بوده. یعنی خود این که چنین صفبندی وجود داره نشون میده که طیف ها اون وضعیت گذشته رو ندارن که با دست و عصا در مقابل ولی فقیه حرکت کنن، حالا با قدرت بیشتری حرکت میکنن. و همین چیزی بود که پزشکیان گفت در تشکیل کابینه با مشکل روبرو شدن، چون هر جنایی میخواد کاندیدای خودش رو مطرح کنه و من نمیتونم کاندیدای وفاق ملی را به وجود بیارم. این به نظر من نکته است که باید دید. یعنی ما از یک طرف میبینیم که فشار جامعه بسیار بالاست، اینا نمیتونن اون فشار بر جامعه را کم کنن، چرا نمیتونن رفرم اقتصادی بکنن برای اینکه رابطشون با خارج تنظیم نیست، تحریم ها سر جاش هست، در درون خودشون قطبهای قدرت وزن پیدا کردن به این قطب ها را دیگه یک عمود خیمه اسلام به نام ولی فقیه نیست که بتونه کنترل کنه، چون اونا اون تو مثل گذشته قبولش ندارن. یعنی یک نکته مثلا بسیار مهمی هستش. وقتی که چنین وجود وجود نداره، یعنی نیروی کنترل کننده ضعیف شده، فشار پایین رفته بالا به شکل فشار توده ای، جناح در مقابل هم بر سر اینکه چگونه با این فشار مقابله کنن اختلاف نظر دارن. و تلاش ولی فقیه این بود که رادیکالیزم در دو طرف کنترل کنه و اون خط وفاق ملی را که به شکلی پزشکیان مطرح میکنه به پیش ببره، با این امید که بخشی از جامعه را با خودش همراه کنه، تعیض انشعاب ایجاد کنه توی جامعه و با ایجاد انشعاب شاید بتونه فضایی برای کاهش تحریم ها، ارتباط با خارج ایجاد کنه و از اون طریق بتونه فضا را تحت کنترل در بیاره. خب درست تو این شرایطی که حکومت نیاز داره به اینکه یک وفاق ملی در داخل ایجاد کنه و فضای خارج را آرامش بده، ما شاهد یک فضای جدیدی هستیم در خاورمیانه. اون فضای جدید چی هستش؟ اون فضای جدید هستش که علیرغم اینکه همه با شکل‌گیری یک جنگ و با بوتر جنگ مخالف هستن، ولی ما شاهد هستیم که جنگ در غزه به خاطر سیاستی که نتانیاهو و دولت فاشیستیش داره گسترش پیدا می‌کنه. یعنی از یک سو دولت ارتش اسرائیل بمباران های بسیار گسترده ای را داره علیه مردم فلسطین انجام میده، طبق آماری که یکی از انستیتوهای بین‌المللی مطرح کرده گفته چیز در حدود 190 هزار نفر فلسطینی تا حالا کشته شدن. یعنی اون آمار 37 هزار نفر آماری است که اعلام میشه، در کنار آمار اعلام شده 4 نفر هم اضافه کشته میشن طبق تجربه ای که تمام جنگ ها داشتن. و میبینیم که آوارگی در سطح خود غزه بسیار بالاست، چون مرتب همه بخش های غزه داره بمباران میشه. همزمان با این حمله پهبادی که انصار الله یمن کرد به اسرائیل و باعث کشته شدن یک اسرائیل شد، با واکنش اسرائیل روبرو شد و اسرائیل اومد یک انبارهای نفت شهر الحدیده را منفجر کرد و آتش سوزی گسترده ای را انداخت، واکنششون داد.
و از اون ور می‌بینی که جنگی که بین حزب الله و اسرائیل وجود داره روز به روز داره گسترده تر میشه، و این گستردگی جنگ بین حزب الله و اسرائیل از یک طرف، جنگ یمن و اسرائیل از یک طرف دیگه، میتونه پای جمهوری اسلامی رو در میون بکشه. اون چیزی بود که فرمانده های ارتش اسرائیل به طور مرتب دارن مطرح میکنن که پشت انصار الله یمن و پشت حزب الله ایران هست، و بدون کمک های بربادی، کمک های تکنیکی و کمک های فنی و مالی ایران نمیشه این حرکت ها را تبیین کرد، و به این دلیل خواهان کوبیدن سر مار هستند. و اون چیزی هستش که خواست نتانیاهو و دولت نتانیاهو، و اونا هم به این دلیل کش میزنن قضیه را که بتونن از طریق کش دادن شرایطی به وجود بیارن که دولت ترامپ رو کام بیاره، به با آمدن دولت ترامپ بتونن سیاست های خودشون را برای نفسکشی کامل به اشغال کامل سرزمین های فلسطینی به پیش ببرن. خب از اون طرف ما ببینیم که یک سیاست دیگه هم تو منطقه داره شکل میگیره. ما توی چند روز گذشته شاهد این بودیم که 18 گروه فلسطینی از جمله حماس و سازمان آزاد بخش فلسطین با همکاری چین یا با هدایت چین و کمک چین یک طرح وحدت ایجاد کردن و خواهان این هستن که سرزمین های فلسطین توسط این دولتی که دولت وحدت ملی هست شکل اداره بشه. و خود این قضیه هستش که یک نور امیدی تابنده بشه. بنابراین ما یک طرف شاهد هستیم که سیاست دولت اسرائیل داره پیش میره، یعنی کش دادن جنگ، کشوندن جنگ تا انتخابات آمریکا تا 3 ماه دیگه، و از اون بر کشوندن پای جمهوری اسلامی به میدان این درگیری ها که خود این میتونه مشکل آفرین باشه، چون اگر جنگ بشه گسترش پیدا کنه که لبنان مورد حمله قرار بگیره یا یمن مورد قرار بگیره، دیگه اونجا ممکن جمهوری اسلامی نتونه پای خودش رو عقب بکشه از این جنگ، به خودش یک مبنای جدید خواهد بود. گسترش جنگ واقعی است نیستش که فشار بسیار سنگینی بر اقتصاد ایران خواهد بود، این اقتصاد ورشکسته رو ورشکسته‌تر خواهد کرد، و این میتونه بسیار برای حاکمیت خطرناک باشه. از اون طرف نکته دیگه ای که جمهوری اسلامی الان باش درگیر هست این هستش که با کنارگیری بایدن از کاندیداتوری برای دوره بعدی ریاست جمهوری، با آمدن کاملا هریس، باز میدان انتخابات آمریکا یا فضای انتخاباتی آمریکا داغ شده. خود این ضعیف بودن بایدن در مقابل ترامپ و اون حادثه‌ای که برای ترامپ پیش اومد، تیراندازی که بهش کردن، سوء قصدی که کردن و اون خودش به عنوان قهرمان مطرح کرد، و تبلیغات گسترده‌ای که دارن میکنن، خطر این که ترامپ بدونه در انتخابات شده همچنان وجود داره. اومدن ترامپ برای جمهوری اسلامی کابوس هست، و این اون چیزی است که به شدت تو محافل سیاسی ایران مطرح است، و امیدشون این هستش که اومدن کاملا هریس شاید امیدی باشه که بشه اون پیروزی قطعی ترامپ رو روش تردید کرد و امیدوار بود که مثلا پیروز نشه. بنابراین چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی نسبت به اینکه بتونه در شرایطی که ترامپ رو کار میاد، ترامپی که قاتل قاسم سلیمانی است، و اینا مجبور بشن که با اون معامله کنن، در درون پایه خودشون بحران خواهد بود. درسته که اینا توافقی رو با بایدن میتونستن بکنن، حتی امیر عبداللهیان توافق کرده بود و این باند جلیلی نانه شدن، این باند جلیلی به هم زد با همکاری شمخان، اینا جلوی این قضیه رو گرفتن. بنابراین اینجا در سیاست خارجی، یعنی هم پارامتر جنگ غزه و هم پارامتر انتخابات آمریکا، تا پارامتری است که به ضرر جمهوری اسلامی در حال حرکت هست، و این اون چیزی است که میتونه بحران جمهوری اسلامی رو تشدید کنه. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه مشکلات اقتصادی خودش رو حل کنه، نیاز داره به اینکه تحریم ها برداشته بشه، اقتصاد چرخاش به حرکت در بیاد، بحران مالی که وجود داره به شکلی هدایت بشه، بسیار از واحدهایی که با کمبود مواد اولیه یا کمبود سرمایه روبرو هستن به حرکت در بیان، به فرصتی بشه که بتونه این اقتصاد را بیفته، و این نارضایتی گسترده‌ای که تو مردم ایجاد شده به شکلی این نارضایتی کاهش پیدا کنه. بنابراین حکومت نمیتونه بدون کاهش این نارضایتی توده‌ای، بدون دادن چیزی به مردم، بدون جلوگیری از گسترش فقر بازنشستگان و اقشار پایین جامعه، نمیتونه به حکومت خودش ادامه بده. اون چیزی هستش که مرتب باش درگیر است. بنابراین ما با وضعیتی روبرو هستیم که میشه گفت که حکومت از یک طرف در سیاست خارجی ششماندازهای مثبتی به نفعش نیست، یعنی انتخابات آمریکا و جنگ غزه دو تا پارامتری است که به ضررش عمل میکنن، در عرصه اقتصادی بحران اقتصادیش همچنان گسترده است، در درون خودش وفاق ملی اون چیزی است که به راحتی
بعیده که به راحتی بتونه بهش برسه، به اون مرتب به این قضیه درگیر هست با این قضیه، و جنبش داره به شکل آرام و به شکل گسترده داره به پیش میره. حالا اون سوال کلیدی به محوری کلام مطرح هست، نه که تو شرایط کنونی وظیفه ای را که نیروهای چپ، نیروهای انقلابی در مقابل این وضعیت دارن چی هست و چگونه میشه این مسئله را مورد بررسی قرار. واقعیت نیستش که ما با یک وضعیت جدیدی در جامعه رو برسیم. جامعه ای هست که جامعه ایست جوان که بعد از انقلاب ژینا که یک انقلاب فرهنگی بود تونسته بسیار از دستاوردها را به وجود بیاره. این جامعه به شدت سیاسی است، یعنی طوری که در درون این هفته ای انتخابات تقریبا میشه بخش اعظم مردم تلفن به دست دنبال اخبار بودن، دنبال میکردن، موضع‌گیری میکردن، و اینکه مردم به شکل آگاهانه مثلا 60% و 50% تحریم کردن و اسیر تبلیغات این برابر نشدن، خودش نشون دهنده که یک جامعه شکل گرفته است که برای خودش فکر منسجم داره. به نظرم این فکر منسجم خیلی مهمه. حتی میبینیم نسل جوانی که اینجا جامعه رو داره اونچنان دیگرگون میکنه که علامه حدا مطرح کرده که حجاب رو در دست ما میگیرن و حجاب اگه برداشته بشه پرچم جمهوری اسلامی به زیر کشیده میشه، و الان میبینیم که در تمام شهرها، در تمام مثلا کافه شاپ ها، در تمام جایی که دختران و دختران پسران، دختران با دختران یا پسران با پسران با هم دارن حرکت میکنن، جمع هستن، جمع های شادی هستن که خب دیگه از اون حجاب سنتی خبری نیست، حجاب به شکلی برداشته شده. بجز اون کنترل هایی که در مورد ادارات مطرح است و تلاش میکنن که اون حجاب را در اونجا رعایت کنن، و در جاهای دیگه شاهد رعایت حجاب نیستیم. جدا از این ما میبینیم که اون زمینه ای که داره حرکت ها شکل میگیره در میان بازنشسته های بخش های مختلف، در میان کارگران، نشانه هایی از سازمان یابی رو داریم می‌بینیم که اگر این پروسه سازمان یابی به شکل گسترده تری شکل بگیره، پیش بره، عملا با یک نیروی قوی رو برو هاییم که پایین جامعه نه تنها قدرت اعتراض داره بلکه قدرت سازماندهی داره. مثلا ما نمونه ای از سازمان یابی که می‌بینیم بر سر مسئله معلمان، یا حتی حرکتی که شکل گرفت در گرامداشت شاملو نشون داد که در جامعه مثلا خود این توان جامعه برای اینکه بتونه از مشاهیر خودش حمایت کنه و استقبال کنه چقدر بالاست. یا خبری که مطرح شده که در این یک ماه گذشته 36 فیلم ساخته شده که در اون زنان بدون حجاب بازی کردن و این فیلم ها در خارج به نمایش داده میشه هرچند مجوز نمیگیره. بنابراین جامعه داره برای خودش یک نوع مقاومت رو سازمان میده، سازماندهی رو در پایین شکل میده. یعنی خود اینکه 36 تا فیلم ساخته میشه که بی حجاب هستن و این فیلم ها اکران میشه اینجا اونجا نشون میده پس یک سازماندهی داره شکل میگیره، و ما شاهد یک پروسه سازمان یابی در پایین جامعه هستیم، چه در میان سینماگران، چه در میان کارگران، چه در میان معلمان، چه در میان پرستاران، و حتی در میان جوانانی که میان با هم جمع میشن به آگاهانه مثلا به هم خبر میدن که کجا گشت هست، کجا گشت نیست، کجا میشه بدون روسری رفت، کجا نمیشه رفت. این سیستم ارتباطی که وجود داره بنظر من سیستم های ارتباطی بسیار قدرتمندی است که داره جامعه شکل میگیره. این اون روالی است که ما با یک پروسه روبرو هستیم که این پروسه درست یک رهبری سازمان یافته سیاسی نداره، ما شاهد یک روندی مثل انقلاب 57 نیستیم، ولی به شکل دیگه شاهد یک روند انقلابی هستیم که در پایین داره ضمن اینکه انقلاب فرهنگی میکنه، ضمن اینکه داره گام به گام جلو میره به سمت یک انقلاب اجتماعی جلو میره. چرا؟ برای اینکه خواستهای اجتماعی و اقتصادی خیلی روشنی داره که این خواستها را هم تو حرکت های معلمان فرموله میشه، هم تو حرکت بازنشستگان فرموله میشه، هم تو حرکت های کارگران نفت فرموله میشه، به این اون چیزی هستش که ما داریم گام به گام به اون سمت میریم. اینجا اون جایی هست که چپ نیاز داره که خودش بیاد شعارهای خودش را، طرحهای خودش را ضمن انتقاد از گذشته خودش، ضمن بازبینی اون سیستمی که سیستم حزب دولتی بود که فکر میکرد که میاد یک الگوهایی داره به جامعه میپذیره و همون کار رو میکنه که مثلا تو بسیار از کشورها کردن و شکست کردن. بنابراین چپ بایستی بیاد ضمن انتقاد از خودش به اون سیستم گذشته خودش که یک سیستم غیر دموکراتیک بود، با پیوستن به پذیرش دموکراسی به عنوان و حق تعیین سرنوشت مردم راه را باز کنه برای اینکه این شبکه هایی که داره شکل میگیره زمینه باشه برای شکل گیری شبکه های
سیاسی، سازمان‌های سیاسی، تشکل‌های سیاسی که اون تشکل‌های سیاسی بتونن در فردای تحولات نقش بازی کنن و در فردای تحولات وزن خودشون رو تو جامعه اعلام کنن و بیان و جامعه رو از این حالتی که وجود داره از دست یک نیروی مرتجعی که 45 سال برای این کشور حکومت کرده و در تمام زمینه ها کشور رو به نابودی کشیده، در زمینه اقتصادی، چه در زمینه محیط زیست، چه در زمینه روانشناسی اجتماعی جامعه، چه در زمینه بهداشت، درمان، آموزش، تو همه زمینه ها بیلان کار این حکومت منفی است. ما میبینیم که توی ایران حتی در زمینه تولید خودرو و جاده سازی سالی 20 هزار نفر تو ایران کشته میشن، سالی 70 تا 90 هزار نفر معلول میشن به خاطر همین تصادفات. حالا از حوادث کار بگذاریم که حد همین هفته گذشته توی استان مازندران 25 نفر تو حوادث کار سوانه کار کشته شدن، 222 نفر زخمی شدن، مجروح شدن، مصدوم شدن. اینا وقتی در کل جامعه نگاه میکنیم میبینیم که به شدت هست. یعنی ما با یه حکومتی روبرو هستیم که هم ماشین مرگ هست، هم ماشین کشتار. مرگ، مرگ هایی مثل مرگ های جاده ای، مثل مرگ هایی که به خاطر بهداشت اتفاق میفته، یا انواع خودکشی هایی که باش سر کار داریم، و ماشین کشتار اعدام هایی که داره صورت میگیره. بنابراین برای در شکستن این ماشین مرگ و این ماشین کشتار نیاز به یک سازماندهی توده قدرتمند، به یک سازماندهی سیاسی بسیار چابک و فعال با برنامه داریم که بتونه در مقابل اون وایسه. بدون این جامعه نمیتونه از این فلجی که حاکمیت بهش ایجاد کرده نجات پیدا کنه و این میتونه برای ایران خطرناک باشه. امید روزهای بهتر.